امارات متحده عربی خود را از کشورهای پیشرو در فناوری مقابله با تغییرات اقلیمی می‌داند و قرار است دبی میزبان کنفرانس سالانه تغییر اقلیم سازمان ملل باشد. صراحتا عند القلق بتحسي لازمك اكسجين ما تقدري تعملي. I've never seen cough and asthma as much as I've seen in the UAE. امارات از طوفان‌های گرد و غبار فصلی رنج می‌برد. تحقیقات علمی اختصاصی بی بی سی نشان می‌دهد که صنایع نفت و گاز امارات به وخیم‌تر شدن مشکل آلودگی هوا در این کشور دامن زده. اما مشکل فقط محدود به اینجا نیست. If you're coughing, you use it. Those coughs, the bad ones. این آلودگی نتیجه مشعل سوزی است. وقتی گازهای اضافه در فرایند تولید نفت عمدن سوزانده می شود. دحاتی دم؟ ای دم میطح من عده شبول. هناك زیاده في عدد الامراض الصدريه في عدد المرضى. صنعت نفت و دولت ها مدت هاست توافق کردند به این شیوه قابل پیشگیری پایان دهند. This is man-made air pollution that we can in fact eliminate. بعضی از بدترین مشعل سوزی ها در امارات دور از چشم مردم در دکل های روی دریاست. ما نشان خواهیم داد که چگونه از ایران و عراق گرفته تا کویت این شعله های سمی سلامت میلیون ها نفر را به خطر انداخته. احنا ندفع الضريب من صحتنا من عمرنا شنو المقابل. وقتی کوچکترین فعالیتی میکنم همینطور پشت سر هم سرفه‌ام میگیره، چون آسپ دارم و ریه هام ملتهبن. به خاطر مشکل ریه هام خیلی نمیتونم راه برم. آره خفم میکنه. سمیرا یکی از 20 میلیون نفری است که در پیاده روی سالانه 40 در عراق شرکت دارد. میزان آلودگی در این بخش از مسیر 700 کیلومتری به شدت بالاست، زیرا از مناطقی می‌گذرد که مانند شهر محل سکونت سمیرا در چند متری آن مشعل سوزی جریان دارد. تقریبا سال 17 سنه احنا مندرنا هنا. 17 ساله که در بصره زندگی می‌کنم. قبلا هم آسپ داشتم، اما از وقتی به بصره اومدم مشکلم بیشتر شد. اغلب افراد به من میگن که احتمالاً مشکلم به خاطر این فلرهای گازی و دودیه که تولید میکنند. فقط من نیستم، بله افراد دیگه هم نزدیک منن که دچار همین بیماری هان. بررسی های بخش عربی بی بی سی در سال 2022 نشان داد که چطور غول‌های نفتی با ایجاد آلودگی هوای سمی کودکانی را که در مجاورت مشعل‌های گازی زندگی می‌کنند در خطر ابتلا به سرطان قرار می‌دهند. حالا ما مشغول بررسی این موضوع هستیم که چطور این آلودگی که تقریباً به طور کامل قابل اجتناب است در کل منطقه پخش می‌شود و صدها کیلومتر آن سوتر سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. حیاک الله. عندك لعبان نفس؟ قد عمرك 30. پرستاران داوطلب میگویند بسیاری از زائران در طول مسیر دچار بیماری میشوند. استقبلنا الكثير من الحالات. ما تو این چادر پزشکی با موارد بسیاری مواجه هستیم. من شخصا چندین بیمار مبتلا به آسپ رو پذیرش و درمان کردم که به خاطر محیط آلوده و وضعیت هوای بصره دچار مشکل شده بودند. اینجا بزرگترین منبع مشعل سوزی میدان نفتی عظیم رومیل است که شرکت بی پی و پتروچاینا پیمانکاران اصلی آن هستند. این میادین نفتی توسط شرکت‌های بی پی، پتروچاینا، لوک اویل و انی اداره می‌شوند و مشعل سوزی شبانه روز جریان دارد. از این گاز می‌توان به جای سوزاندن برای گرمایش خانه‌های مردم استفاده کرد. در سال 2013 حکومت عراق و شرکت شل شرکت گاز بصره را دقیقاً با همین هدف تأسیس کردند، اما از آن زمان تا کنون میزان مشعل سوزی تغییری نکرده.
تفضل حجي. شنو اسمك الكريم؟ سميرة كامل عباس. سميرة كامل عباس. 38 سنة عمرك؟ 38 سنه عمر. تمام. بیماری آسم سمیرا پیشرفت کرده. او برای معاینه به دکتر طارق متخصص بیماری های تنفسی مراجعه کرده. تحلیل مالتیچ کون شاید التهابات. تمام. دحتی دم؟ ای دمی طح من عده شبول. تمام شبول. دکتر برای سمیرا یک اسپری جدید آسم تجویز میکند تا با کمک آن بیماریش رو کنترل کند. اي ما عندي ترى بروده زايده روندر معطل قوي زاهي فلاش فانسير كلاس نفط هذه كلها عنده. كلها عنده. يلا عندك العافيه ان شاء الله. اوكي. قال لي مثل هذا سنتي تجربه للنفط. دكتور قف كي توي نزديكي نفط هست. دودي كي از سوختن نفط ايجاد ميشه براي من خوب نيست. درسته که اینجا خیلی آلوده است، اما کجا برم؟ من اینجا زندگی میکنم، من اینجا جا افتادم. تنها چند صد متر اون طرف تره. تا پیش از این شوهرم به هم کمک میکرد، اما بعد از مرگش همه چی از دست رفت. یعنی من و دخترای کوچیکم باید این بار سنگین رو به دوش میکشیدیم. میدونید به عنوان یه مادر میخوام فرزندان به مدرسه برن. مشعل سوزی هر سال اینجا بیشتر میشه. قبلا این طرف فقط یکی بود و یه ماه پیش یکی هم اون طرف اضافه کردن. یکی اونجا نصب کردن، یکی دیگه هم اونجا. یعنی وقتی باد میاد دود رو میاره به سمت ما. حس میکنم دود داره منو میکشه. نه شرکت‌های نفتی نه دولت‌ها فاش نمی‌کنند که این مشعل‌سوزی‌ها چقدر سمی هستند. اما مشعل‌ها از فضا قابل رؤیتند. بران شدیم تا درباره تأثیر این مشعل‌ها بر کیفیت هوا تحقیق کنیم. نه فقط برای امثال سمیرا، بلکه برای ساکنان مناطقی صدها کیلومتر دورتر. به سراغ آریانت رفتیم، گروهی از دانشمندان محیط زیستی، تا وضعیت یک بازه دو ماهه را در سال 2022 مدل سازی کنیم. ما با بهره گرفتن از اطلاعات عمومی بانک جهانی و نتایج تحقیقات معتبر غلظت آلاینده ها را تخمین زدیم. این نقشه ها دقیقا بر اساس یافته های دانشمندان تنظیم شدند تا بتوانیم تأثیر پنهان این آلودگی ها را بر سلامت میلیون ها انسان آشکار کنیم. علیکم السلام. هلا حبیبی، چه اخبارك؟ دکتر طارق ملقوس متخصص بیماری های تنفسی است. او تنها کسی نبود که به بی بی سی گفت جنوب عراق با یک بحران سلامت روبروست. متاسفانه درباره بیماری های تنفسی آمار رسمی در اختیار نداریم. با این حال بر اساس مشاهدات من میزان بیماری های ریوی و شمار بیماران در حال افزایشه. این رو بذار داخل دهانت. میخوام یه نفس عمیق بکشی، بعد تا جایی که میتونی با قدرت هوا رو بیرون بده و این کارو تکرار کن. باشه؟ و بعدین تنفخ اقوى شيء عندك وباستمرار. اوكي؟ اولین عامل آلودگیه که خودش شامل موارد مختلفی میشه، از جمله مشعل سوزی در صنعت نفت، افزایش ترافیک و شمار اتومبیل‌ها و همینطور طوفان‌های مکرر گرد و غبار ناشی از تغییرات اقلیمی. الرمليه بسبب الاحتباس الحراري. براتون روزگار خوشی آرزو میکنم. ممنون. به نظر من در 5 یا 6 سال آینده همه ساکنان بصره درگیر مشکلات ریوی و تنفسی خواهند شد. آلودگی هوای بصره حتی میتواند برای کسانی که به عنوان زائر از اینجا عبور میکنند مضر باشد. یکی از خطرناکترین مواد آلاینده ذرات معلق زیر 2.5 میکرومتر هستند. طبق مدل سازی ما غلظت این ذرات 2 برابر حد مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی است و این ذرات برای سلامت انسان مضر هستند.
داریم درباره ذرات معلق حرف میزنیم که قطر آنها کمتر از 5.2 میکرومتر یا میکرون است، در حالی که قطر موی آدم 70 میکرومتر است. این یعنی ذرات تا این اندازه کوچک هستند. به خاطر ریز بودنشون میتونن به راحتی وارد بینی و دهن شما بشن. وقتی این اتفاق میفته چه بر سر ریه های شما میاد؟ این ذرات مستقیما وارد جدار بسیار نازک ریه و از آنجا وارد جریان خون میشن و وقتی که وارد جریان خون بشن به همه اندام‌های داخلی سرایت میکنن. قلب این خون رو هدایت میکنه. حدس بزنید این ذرات به کجا میرسن؟ همه جا. کلیه ها، مغز، قلب، همه جا. این شاید به حمله آسم شدید تبدیل بشه و ممکنه در مقطعی خطر جانی هم داشته باشه. بسیاری از این زائران از اهواز آمدند. آنجا هم مشعل سوزی بیداد میکند. در ایران این مشعل‌ها به فلرهای گاز معروفند و این فضایی است که فلرهای گاز در اهواز ایجاد کرده‌اند. بخش بزرگی از فلرها الان جمع‌آوری شده. گازهای مشعل انشالله گردآوری خواهد شد در بازه زمانی حدود 3 ساله تا زمان. دولت‌های ایران مکرر وعده می‌دهند که فلرهای گاز را جمع‌آوری کنند. وعده‌هایی که عملی نشدند. خبرنگاران پیگیر مشکل فلرهای گازی در ایران گزارش می‌دهند پول‌هایی که دولت برای مهار مشعل سوزی داده بود به مصارف دیگری از جمله برج سازی در تهران رسیده. شرکت نفت فلرش روشن کرده. تحقیقی بر روی تأثیرات آلودگی ناشی از فلرهای گازی بر روی سلامت ایرانیان منتشر نشده. روزگار هر روزی که ما داریم از دست شرکت نفت. بدبختی‌ها ما داریم هر روز. آماری که در دست هست از هدررفت عظیم یک سرمایه ملی حکایت می‌کند. طبق برآورد بانک جهانی که در این زمینه مرجع است، ایران بعد از روسیه و عراق رتبه 3 را در مشعل سوزی گازها دارد. نزدیک به 18 میلیارد متر مکعب در سال که از قضا معادل کل صادرات گاز ایران است. روزانه 10 میلیون دلار بابت این هدررفت دود می شود و به هوا می رود، بدون احتساب هزینه هایی که مردم با سلامت خود می دهند. اینجا اورژانس بیمارستان امام خمینی اهواز. تحقیقات انجام شده در ایران نشان می دهد که آمار سرطان در خوزستان در یک بازه 10 ساله بین 400 تا 500 درصد افزایش داشته. یک چهارم کل مشعل سوزی ها در سراسر جهان در ایران و عراق جریان دارد. مدل سازی های ما نشان می دهد که آلودگی ناشی از مشعل سوزی مرز نمی شناسد و به کویت در فاصله 140 کیلومتری جنوب بصره می رسد. هوای کویت یکی از آلوده ترین ها در جهان است. خیلی ها طوفان های گرد و غبار را عامل اصلی آلودگی هوا معرفی می کنند. وان فی دولت الکویت اعترابه ان شاء الله ما تصلكم بس هي بالاتجاه مالتكم. توقف حركه الملاحه البحريه والجويه بسبب العاصفه الترابيه الشديده التي ضربت مختلف مناطق البلاد. في الكويت اعلن الطيران المدني تعليق حركه الملاحه الجويه الدولي مؤقتا بسبب موجه من الغبار تشهدها البلاد. تحقیقات ما نشان می‌دهد که باد ماده‌ای به مراتب خطرناک‌تر از گرد و غبار را با خود منتقل می‌کند. 5 6 7 8 9 10 Good job. If you're coughing, you use it. Those coughs, the bad ones. The breath makes you calm down. صح. This one is for kids. That one is for dad. Because I have asthma like you. This one is funny. It's like guns, like it's like a laser gun. I know. It's laser gun. فصارت البخاخات عندنا يعني نفس شرب الماء. اینجا استفاده از اسپری آسم مثل نوشیدن آب شده. خیلی از کودکان در کویت آسم دارن. بچه‌های من از این بیماری رنج می‌برن، اما جاسم از همه بیشتر. اولین باری که دچار حمله آسم شد نمیتونست نفس بکشه. رنگش کبود شده بود. من ترسیده بودم.
یعنی انا اخاف مع عیالی خاصتن. وقتی پای بچه هم در میون باشه مغزم کار نمیکنه. نمیدونم باید چیکار کنم. میشینم بیرون و منتظر میشم. مادرش با دکترها صحبت میکنه و من گوش میدم. اون در این شرایط از من قوی تره. من قوی نیستم. کل سال از تحصیل موند. تو خونه موند. تو اتاقش. تو اتاق نشیمن. وقتی در کویت از خواب بیدار می شدم، به خصوص در فصل بهار، اولین کاری که می کردم این بود که از پنجره نگاه کنم ببینم آیا نارنجی یا زرد. اگه بود یعنی امروز در کویت گرد و غبار داریم. دکتر باراک الاحمد در دانشگاه هاروارد درباره تأثیر آلودگی هوا بر سلامت انسانها در منطقه خلیج فارس تحقیق می کند. من شخصا از 6-7 سالگی آسم داشتم و فکر میکنم وقتی به مدرسه میرفتیم اسپری آسم رو در جامدادی میذاشتم. بیشتر بچه ها مثل من اسپری آسم داشتن. دکتر علی‌احمد و تیمش 2 سال را صرف تجزیه و تحلیل آلودگی هوای کویت کردند تا به منشأ آن پی ببرند. اگر بگید همه آلودگی هوای کویت ناشی از گرد و غباره، باید دستاتون رو بالا ببرید و بگید در این زمینه کاری از شما ساخته نیست. اما در حقیقت اینطور نیست. در واقع ما پی بردیم که فقط منشأ 40% از آلودگی بیابان هاست. 42% آن مربوط به منابع دیگه از جمله نیروگاه‌ها، صنعت نفت و تمام صنایعی که در کویت و خارج از اون وجود داره. این آلودگی منشأ انسانی داره و ما میتونیم در مورد اون قانون‌گذاری کنیم. میتونیم اون رو کاهش بدیم و حتی از میون ببریم. صنعت نفت و گاز کویت یکی از اصلی ترین دلایل آلودگی هوای آن کشور است. طبق مدل سازی های ما مشعل سوزی در عراق هم تأثیر قابل توجهی بر این آلودگی دارد. مشعل سوزی علاوه بر ذرات معلق زیر 2.5 میکرومتر آلاینده های دیگری از جمله اوزون و نیتروژن دی اکسید را به دود سمی غلیظ در شهر کویت اضافه می کند. نیتروژن دی اکسید مستقیما باعث تحریک جدار ریه میشه و میتونه باعث تحریک و التهاب ریه ها بشه. این میتونه بیماری های قلبی رو در پی داشته باشه. اوزون هم وقتی تنفس میکنید دقیقا همین تاثیر رو داره. اوزون یک گاز ذره ریز معلق نیست. بنابراین اوزون وارد میشه و باعث التهاب و آسیب به سلول ها میشه. مدل سازی ما نشان می‌دهد که این مواد شیمیایی از محل مشعل سوزی تا خانه عبدالرحمن منتقل شدند. شبونی؟ اشبه قاید. صح؟ صح. انا اشبه قلت اشبهنی؟ You look like me. خیلی از خاطرات عبدالرحمن درباره بیماری آسمش مربوط می‌شود به آتش سوزی چاه‌های نفت کویت در جریان حمله عراق سال 1991. Amid the burning oil wells of Kuwait. Two armies faced each other on the edge of battle. نیام الغزو في كل ست يعني 6 سنين 7 سنين عمري. در جریان حمله عراق وقتی 6-7 ساله بودم وضعیت خیلی بد بود. وسط روز آسمون سیاه بود. آلودگی به شدت زیاد بود. در این دوره آسم من تشدید شد. فهنی بلشت الازمه زیاده. تو عراق فقط میسوزونن. العراق حرق. احنا اینجا میسوزونن. یعنی منظورم اینه که فاجعه باره. متوجه نیستیم که در کویت آلودگی داریم و مشکلاتی داریم که در آینده همچنان بر سلامت ریه های کودکان تاثیر منفی میگذاره. وین هذا بیکاز ذا ازما صح گتینگ باد دید یو کرای ام کرایڈ ا لیتل وات دید یو فیل دیر ام لایک ای کام like that feeling. امارات مدعی است محیط زیست از اصلی ترین اولویت هایش است. The world needs maximum energy, minimum emissions. امسال امارات میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی است.
شرکت ملی نفت ابوظبی یا ادنوک مدعی است در زمینه کاهش مشعل سوزی کشوری پیش رست. I am very pleased to say that over 20 oil and gas companies have positively answered the call to step up and eliminate routine flaring by 2030. اما تحلیل ما از داده‌های ماهواره‌ای حاکی است که امارات در 10 سال گذشته مشعل سوزی خود را کاهش نداده و شرکت ملی نفت ابوظبی هم به رغم شعار به صفر رساندن روال مشعل سوزی در این سه میدان نفت و گاز فراساحلی بر میزان مشعل سوزیش افزوده. تصاویر ماهواره‌ای 5 سال اخیر دود سیاهی را نشان می‌دهد که از مشعل‌های میادین نفتی شرکت ملی نفت ابوظبی به هوا برمی‌خیزد. دکتر سلطان الجابر رئیس کنفرانس امسال تغییرات اقلیمی سازمان ملل به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی مسئول این مشعل سوزی هاست. من هیچ کجا به اندازه امارات سرفه و آسم ندیدم. یک دکتر متخصص بیماری‌های تنفسی به صورت ناشناس با ما صحبت کرد، زیرا اینجا در امارات هر نوع انتقادی می‌تواند به زندانی شدن منجر شود. It's a country that is doing amazing on all fronts. این کشور در همه زمینه‌ها بی‌نظیره، اما اقتصاد در حال رشد و شکوفایی این کشور برای همه بدون هزینه به دست نمیاد. برام شوکه کننده بود که همه این سال‌ها آلودگی هوا تا این اندازه شدید بوده. اوایل برام سوال بود که چرا اینجا همه سرفه می‌کنن؟ مثلا وقتی آنفولانزا می‌گیرید 4 یا 5 روز سرفه می‌کنید و بعد سرفه‌تون قطع میشه. اما توی امارات یکی دو هفته طول می‌کشه و گاهی اوقات برای از بین بردن یه سرفه معمولی باید به اونا اسپری آسم بدیم. مدل ما تخمین میزند که مشعل سوزی در میادین فراساحلی در خلیج فارس با وجود صدها کیلومتر فاصله از ابوظبی و دبی باعث آلودگی شدید هوا در این شهرها شده است. بر اثر مشعل سوزی ها نه تنها ذرات معلق زیر 2.5 میکرومتر بلکه اوزون و نیتروژن دیوکسید هم در این مناطق منتشر شده. ما با یک بیمار در ابوظبی که از آسم شدید رنج میبرد گفتگو کردیم. دفعه آخری که علائم بیماری ظاهر شد در 10 سال اخیر از همیشه بدتر بود. دچار تنگی نفس شدم و دوبار کارم به اورژانس کشید. به هم اکسیژن بس کردن تا بتونم نفس بکشم. واقعا نمیتونید نفس بکشید. از قفسه سینه تا بینی درد رو احساس میکنید. برای من تنگی نفس از بقیه علائم سخت‌تره. با این سرفه خفه کننده همراه میشه. حس میکنید که به اکسیژن نیاز دارید اما نمیتونید. اینطوری نفس میکشید. حس میکنید که هوا پاک نیست. هوا سنگینه. احتمالاً ما قادر به دیدن این آلودگی نیستیم. غلظت ذرات معلق زیر 2.5 میکرومتر نه تنها با بیماری‌های ریوی که با بیماری‌های قلبی هم مرتبط است. اما امارات برای این آلاینده خطرناک هیچ محدودیت قانونی قائل نشده. راستش من نگرانم. گاهی احساس میکنم که قلبم دوبار از من نوار قلب گرفتن. نمیدونم ربطی داره یا نه. ممکنه چون به ریه ها نزدیکه نمیدونم چه ارتباطی با هم دارن. اما حس میکنم ضربان قلبم عادی نیست. انگار نمیتونم نفس بکشم. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در امارات 75% مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی در افراد زیر 70 سال رخ میدهد. بسیار بالاتر از کشورهای دیگر به غیر از کویت. به گفته دکتر الاحمد مردم امارات و کویت به خصوص نسبت به آلودگی هوا آسیب پذیر هستند. آمار دیابت ما بالاست، آمار چاقی بالاست و مثلا آمار آسم در کودکان بالاست. بنابراین وقتی جامعه‌ای با این سطح از آسیب پذیری در معرض آلودگی قرار می‌گیره، در واقع میزان مسمومیت آلودگی هوا بر آنها بیشتره. امسال امارات یک روز خاص را در کنفرانس تغییرات اقلیمی به بررسی سلامت اختصاص داده. It is time for every nation to sign COP28's declaration on food systems and health. با وجود ادعاهای امارات مبنی بر مقابله با تغییرات اقلیمی، تحقیقات بی بی سی نشان می‌دهد آلودگی ناشی از نفت و گاز در هوا
شاید سلامت شهروندان خود امارات را هم با خطر روبرو کرده. What was I there about? Pencils. Yeah. Teas. That's what? My water bottle. پدر و مادر جاسم بعد از کلی بررسی به این نتیجه رسیدن که وقت یک تغییر بزرگ در زندگی اوست. امروز اولین روزش در کلاس اوله. امیدوارم بتونه با بقیه بچه ها سازگار بشه. در شرایطی که آلودگی رو به افزایشه، چه بر سر آینده اینا میاد؟ کشورهای منطقه خلیج بیشترین میزان نفت رو استخراج میکنن و میفروشن. در ازاش ما چه دریافت میکنیم؟ داریم هزینه‌اش رو با سلامتی و جونمون میدیم.